الان دوستای عزیز میخوام خمیر کنم. دو بسته آرد، دو بسته می خمیر ریختم، یک قاشق شکر، دو قاشق، سه قاشق نمک، دیگه یک بسته شیر، مقدار روغن، دو تا نمک، نه سه بسته پرتق، سه تا کم نمک شد، دو، سه، یک دیگه رو چهار تا شد، چهار قاشق نمک بود، دو قاشق هم شکر، دو قاشق شکر شو کدی؟ آره، دو قاشق شکر با مقدار شیر، شیر گرم، شیر گرم، میل گرم باشد، خمیر کرد، نانش خیلی خوب میه، نان لواشی منه پیر. دیگه چی بگو؟ دیگه برونو یک تاوه ندارم، روی تاوه میشه نان لواش پخته کرد؟ آره، یک تاوه نداره، نان دفیر پخته هم کنم آنی؟ شما ببینید انشالله که خیلی راحت و چیز بر رفیده داشته باشیم. ورا اول گفتم دیگه از پشت سمایی دیگه قشیر خمیر که دیگه ذره روغن هم بیندازید. باید خمیر شل باشه یا سیر؟ خمیر شل باشه دیگه، این حال من خمیر نم نشان میدیم. شما هم خمیر که نم لواشی توی پیر پخته که خیلی خوبه، هم خوب پخته منم خوشمزه یه نم لواشی. یک لیتر شیر ریختی؟ هم یک پاکت شیر؟ همه شیر؟ بقیش او دیگر چی کنم؟ بقیش او اندازه سه قاشق شد دیگه، اندازه سه قاشق سبوس هم بیرزید خیلی خوب شد میه دوستای عزیز. هنه این خمیر ما نقص شور باشه الان میلیم که یک ساد یک نم ساد میرسه دیگه، یک نم ساد باشید بازم نشان میدیم دوستای عزیز. دوستان خمیر آماده شد دیگه، میذاریمش توی مشمات دیگه، دیگه یک نیم ساعت دیگه باشد بعد نشان میدم که خب با ادامه باز در خدمتتون هستیم دوستای عزیز. خمیر ما هم رسید، میخوام الان زومه کنم. خمیر رو زوله هم میکنی؟ باید باشه اونجا؟ نه بس پیر روشن میکنی. فیر الان روشن نکده که دخشه؟ چرا روشن؟ زوله های خمیر رو آماده میکنی؟ باید چیز میکنی؟ فیر روشن میکنی؟ بس پیر روشن. خب دوستان دیدیم که تقریبا دو ساعت خمیر گذاشتیم تا خمیر آماده شد ترش کنه. الان هم مادر جان دیگه زغال های خمیر آماده میکنه و میریم برای ادامه کار.
نساده نایستراحت کنه پیر روشن تا فیر داغمه اینو باید استراحت کنه درجه شده روی چند میزنیم؟ درجه شاخیه چی؟ روی 250 درجه درجه آخرش؟ درجه آخر دوستان درجه فیرم باید روی همه 250 درجه بانیم رست ها رو باید پختم نزیدم پختم حرارت زیر رو که چیز شد دیگه نان نسوزه یا که خشک نه یا دوستان فیر روشن کردیم تا فیر داغ بشه و این خمیر رو استراحت کنه باز با ادامه ویدیو در خدمتتان هستیم خب دوستان عزیز فیر داغ شد خمیرام آماده شد دیگه میریم برای پخت نان آماده شد ما؟ بله اول باید خمیر رو چکار کنیم؟ اول اینجا تو میکنیم بعد دست میزنیم بلیز رفیقه دوستان ببینید که مادر خیلی حرفه‌ای قشنگ نان تنک منه و با کمترین امکانات بهترین نان رو جور من این هم از تنور ما دوستان قشنگ یه لحظه من در فیر باز کن دوستان ببینید چقدر قشنگ داخل فیر از دوش به عنوان تنور استفاده میکنه مادر دیگه مادر خوب حرفه‌ای شدید نان بخدا چه حرفه‌ای نشتم بزرش بزرش زیر داغ نکردم یک روز در قدیما فکر میکردی یک روز به آلمان اینجا من داشت نان پخته کنی؟ آلمان نان لاشی پخته در اونجا که تنور بوده و آتیش بوده و اونجا تنور بوده آتیش بوده اونجا آتیش میکردیم دود بود که خدا چما این تکر میشده چه ایتا تندر سر آتیش دیگه میخره چای مای خمه بله این تو تنور میکدیم غذای پخته میکدیم شیر خجوش میدادیم به گوشت مش داشتیم میشتیم بله تنور رو رد پخته میکدیم کلی آشپزی اینا همه شیر قد آتیش بدادیم آره قد آتیش بدادیم انا خب داغ نشده درشی بسیار میبینید که نان داره اینجوری بالا میه خدا جد بودن چند دقیقه طول میشه تا پختشنه؟ هفتش دقیقه طول میشه نه؟ هفتش دقیقه طول میشه نه داغ بیه زود پختم نه اگه داغ ننده سری پختم نه چرا ما زیری رو روشن نکنم؟
تمام شده؟ یام از نون تافتون داخل داشت داکی فر این هم از نان این طرف شرم نگاه ببینید این طرف شرم ببینید خیلی قشنگ و زیبا کسایی که تاوه نمیتونن تهیه کنن یا که تاوه ندارن یا این دیگه یک راهکار بسیار عالیه که خیلی راحت و آسان میتونن داخل داش یا که فر نان تافتون یا لواش آماده کنن تافتون داریم شه لواش آره دیگه بیشتر شبیه نان تافتون هست خوبه هر چی که هست خوبه دیگه از نان بازاری که خیلی مزه‌دارتر و سالم‌تر و دیگه تمیزتر هم میشه گفت چون نانای بازاری که آدم نمیدونه که در چه شرایطی آمده میشه این نانی که در خانه آمده میشه دیگه آدم خودش خمیر میکنه و میبینم با خیلی راحت میتونین استفاده کنین و همینطور که گفتیم دوستان اگه سبوس هم در این نان اضافه کنین دیگه واقعا عالی میشه ما میتونیم با کمترین امکانات یعنی توی هر خانه ای دیگه یک فر پیدا میشه میتونیم فقط بذاشتن یک فر به یه شکل نانای خانگی آمده کنین و لذت ببرین مادر متأسف خودش مهندس ها دیگه طرح های اختراع مونه که
واقعا من خودم که در مرز ما نمیرسید که اینجوری بتاییم نان آماده کنیم. یک روز آمانی دیدم که مادر اینجوری نان پخته کرده، تعجب کردم، گفتم که تاوا سخته چطور نان تافتون چجوری آماده کردیم؟ و توضیح داد که آده داشت پخته کردیم و اینطوری. و یا گفتم خیلی جالبه که یک فیلم بگیرم و بانم به شما یاد بگیرین کسایی که یاد ندارن. ما تاوه برقی داشتیم، تاوه ما سخت، هنوز تاوه تیار نکردیم. تعجب کردم که مادر چجوری نان تافتون پخته کرده دوباره. دیدم هم دوم سر یک بار بگیرفتم یک بستره، میستم خمیر کده پخته کدم، سر پخته میشه روی ازیم پیری چی، اجاب گازم پخته میشه. من یواشی ایش خوب شمد رفت کم ها چه فیر داغ شده باره، باز نان چه بهتر شده باره. بهتر بختمش، سری بختمش. دیده نخانی زار خانم برده هم گتی چه کمیر پکتری هم بوده پیر پکتری. تعجب نکرد چرا خانم پکتر گرد؟ چرا گفتم ده تاوی پیر پکتر. چی شد؟ دوست عزیز، الان من نان رو پختم و هرگه که تمام شد و به شما نشان میدیم. دیگر بسیم تو این نان رو پخته شد، دیگر طولانی میشه؟ از این پر دیگر با ادامه شی باز در خدمتان هستیم. نان آخری که خواستیم پخته کنیم باز نشان میدیم. ادامه برنامه در خدمت شما هستیم. هستیم. فعلا. چیز. مامانه با مزه.
دوستای عزیز، خمیر ما تمام شد. امی یکی آخری من دمیرم پخته کنم دیگه. تمام شما نگاه کرد اگر دوست داشتید. من لواشی خمیر که پخته کرد خیلی خوشمزه یه. خیلی هم خوب پخته میشه. خوشگل هم خوشمزه یه. خمیر ما دیگه تمام شد، می آخریش یه دیگه تا برنامه بعد. خدا یار می دادار شما، خدا حافظ. کانال ما رو بگو لایک و سابسکرایب کنید. کانال ما لایک کنید، سپر لایک کنید. نه سابسکرایب، سابسکرایب کنید. ما رو حمایت کنید، حمایت کنید دیگه. تشکر منو من شما، خدا یار نگاه دار شما تا برنامه بعد. خدا یار نگاه دار. خب دیگه دوستای عزیز، امیدوارم که لذت برده باشین، همچنان بتونم یه راهکار خوبی در براتون داده باشیم برای پختن نان تافتون یا نان لواش. دیگه امیدوارم که هر جای دنیا هستین سالم و سرحال در کنار خانواده‌تان زندگی کنید. تا ویدیوی بعد، خداحافظ.